خب با سلام مجدد خدمت شما عرض کنم که در مورد بیزی یکی دو تا سوال دیگه براتون حل میکنم که در مورد مفاهیم بیزی هست و قطعا سوال دو گفتم دو جور دارید، یکی در مورد همین روابط طلایی و نمیدونم فاصله کانونی و اینجور صحبت ها، یکی هم در مورد همون تعریف بیزی هست که در مورد مکان هندسی اینا در مورد اونا حل میشه. یه سوال خوبی رو من الان داشتم نگاه میکردم، خالی از لطف نیست که براتون توضیحش بدم، که اگر اون فایل نمونه سوالات امتحان نهایی جلو دستتون باشه، مربوط به سال 98 سوال 10 که یه دونه بیزی رو برای ما رسم کرده، یه بیزی رو برای ما رسم کرده به این ترتیب، کانون ها رو برای ما گفته، اینجا فرض کنیم که F پریم باشه، اینجا در واقع F باشه، یه نقطه هم به ما داده داخل بیزی، اسم نقطه رو A گذاشته، گفته یه نقطه داخل بیزیه، A نقطه داخل بیزی، آن نقطه داخل بیزیه و اف و اف پریم کانون هان، میگه ثابت کنید مجموع فواصل نقطه آ از اف و اف پریم کوچکتر از قطر بزرگ بیزی. یعنی من باید ثابت کنم آ اف به علاوه آ اف پریم کوچکتر از قطر بزرگ بیزیه، اینو باید ثابت کنم، اینو گفته ثابت کنید. خب برای اینکه این رو ثابت بکنم، من گفتم باید از تعریف بیزی استفاده بکنم. چیکار میکنم؟ میگم آقا بیایم از F پریم به A وصل کنیم، امتداد بدیم که خود بیزی رو قطع بکنه به این حالت. ببین از F پریم به A وصل کردم که خود بیزی رو قطع بکنه، اسم اون نقطه رو بذاریم، فرض بفرمایید اینجا رو M بذاریم. حالا از M میام به F وصل میکنم، از M به F وصل میکنم، بعد از A هم به F وصل میکنم. حالا میگم چرا اینجا یه مثلث ساخته میشه. آقا نقطه M روی بیزیه، خب تو تعریف بیزی رو میدونی، هر نقطه‌ای که روی بیزیه مجموع فاصله هاش از کانون‌ها برابر دعاه. پس من میگم آقا میتونم بگم، ببخشید، میتونم بنویسم MF، اینو میدونم، به علاوه MF پریم برابر است با دعا، علتش هم مینویسی چون اینا نمره داره، میگی چی؟ میگی M روی چیه؟ بیزیه، که طرف بدونه که شما مفهوم بیزی رو میدونی چی هست. خب دورش خط میکشیم، اینو داریم. از طرف اینجا یه دونه چی دارم؟ نگاه کن اینجا یه دونه مثلث ساختم. آقا تو نامساوی مثلثی رو خیلی وقت پیش یاد گرفتی؟ نامساوی مثلثی به تو چی میگه؟ میگه آقا یک زل از مجموع دو زل دیگه چیه؟ کمتره. در هر مثلث اینو داری، یعنی میتونی بنویسی آف زل آف شما در این مثلث کوچکتر میشه از آم به علاوه ام اف. خب پس من از نامساوی مثلثی استفاده کردم، این رابطه رو نوشتم. حالا اگر بیام به طرفین این نامساوی مقدار آف پریم رو اضافه کنم، این آف پریم شماست، آف پریم رو شکل ببینید، به طرفین نامساوی آف پریم رو اضافه میکنم که میشه آم به علاوه ام اف به علاوه آ اف پریم. خب به هر دو طرف اومدم اینو اضافه کردم. آقا رو شکل نگاه کن، آ اف پریم با آ ام رو هم دیگه میشه چی؟ میشه ام اف پریم. ببین
این دوتا آن آن به علاوه چی؟ آف بریم این دوتا به جای مجموع اون دوتا میتونم اینو بنویسم رو شکلم معلومه ام اف بریم پس نتیجه میده این برا دوباره بنویسم آف بریم به علاوه آف کوچکتر هست از به جای این دوتا عبارت مینویسم ام اف بریم ام اف بریم یه دونه ام اف هم که اینجا مونده خب آقا ام اف با ام اف بریم طبق این ستاره‌ای که زدم طبق اینکه ام روی بیزیه برابر چیه دعاه پس تموم دیگه یعنی آ اف و علاوه آ اف بریم از دعا کمتره و ثابت شد به این ترتیب شما ثابت میکنی اگر نقطه ای ممکنه اینجوری هم سوال بده اصلا شکل بهت نده ممکنه اصلا این شکل رو به شما نده بیاد مطرح بکنه به این ترتیب بگه آقا اگر نقطه ای در درون یک بیزی باشد ثابت بکنید مجموع فاصله هاش از کانون ها از قطر بزرگ بیزی کمتر است شکل نمیده به شما شما خودت یه دونه بیزی مثل من رسم میکنی یه نقطه آ به همین ترتیب حالا این خطوط رو رسم میکنی که در ام بیاد چیکار بکنه قطع بکنه و این روال رو طی میکنی و ثابت میکنی هر نقطه ای که در داخل بیزی باشه مجموع فاصله هاش از کانون ها از چی؟ قطر بزرگ بیزی یعنی دو آ کمتر خواهد بود حله؟ به این ترتیب آقا مباحثی که در مورد دایره بیزی و سهمی بود رو ما سعی کردیم دیگه تا اونجایی که وقت به ما اجازه میده انجام بدیم بریم سراغ بردارها و بردارها خیلی نمره بیاره واسطون خیلی نمره بیاره نزدیک به 5 نمره سوال یا 5 نمره سوال یا شاید هم بیشتر نمیدونم حالا بستگی به طراح داره ازش سوال دارید و خیلی راحت میتونید نمراتش رو کسب بکنید پس بریم اول مطالب رو در یک قالب کوچک همه فرمول ها رو توضیح بدیم یکم مثال باش کار بکنیم و بریم سوال های چند مورد سوال امتحان نهایی هم در موردش انجام میدیم خب در مورد بردارها من مطالب رو یه مقدار خلاصه بار بگم اولا یک بردار که میدونید اگه آ یک بردار باشه دارای سه تا مؤلفه هست آ یک آ دو و آ سه که ما به دو حالت نمایشش میدیم یا به حالت این سه مؤلفه یا بگیم آ یک آی آ دو جی آ سه کا که آی جی کا که میدونیم که یکی هستن بردارهای واحد هستن آی که میدونید میشه یک و صفر و صفر جی که میدونید میشه صفر و یک و صفر و کام که میدونید میشه صفر و صفر و یک خب کاری نداره این یک بردار که به این حالت نمایش داده میشه اندازه یک بردار اندازه یا طول بردار آ برابر میشه با رادیکال همه میدونیم آ یک به توان دو آ دو به توان دو و علاوه آسبه هر موقعی خواستم اندازه یا طول یک بردار رو به دست بیارم طبق این فرمول ازش استفاده میکنم خب ما اگر در واقع بخوایم یک عددی رو یا یک اسکالری رو در یک بردار ضرب کنیم به چه حالت خواهد بود؟ من اگه بیام یک عدد رو در یک بردار مثلا اگه بگیم دو آ این بردار به چه ترتیب خواهد بود؟ میشه دو تا آ یک دو تا آ دو در تمام مؤلفه هاش چی میشه؟ ضرب میشه بردار دو آ اگر این بردار آ باشه در واقع در چیه؟ راستا و جهت بردار آز که به این ترتیب خواهد بود اگر عددی منفی ضرب بکنم راستا یکیه اما چی؟
جهتشی میشه عوض میشه، کاری نداره. حالا اگر یک آر یه عددی در آ مؤلفه ضرب بشه میشه چی؟ آر آ یک، آر آ دو و آر آ سه. پس شما زمانی که یک عددی رو در یک بردار ضرب میکنید، اون عدد رو در تمامی مؤلفه ها باید چیکار بکنید؟ ضرب بکنید. این از این که همه شما احتمال خیلی مطمئن هستم که اینو میدونید. بریم در مورد یک مطلب مهم، ضرب داخلی دو بردار. ضرب داخلی دو تا بردار آ نقطه B، اگه بخوام در هم ضرب کنم، اولین رابطش اینه که A1 A2 A3 رو اگر ضرب نقطه ای کنم در B1 و B2 و B3 برابر چی میشه؟ میایی مؤلفه با مؤلفه در هم ضرب کنید، جمع میشه A1 B1 برابر A2 B2 A3 B3. به شما چی میگه؟ میگه آقا ضرب نقطه ای بردارها خاصیت جابجایی دارد. ضرب نقطه ای بردارها خاصیت جابجایی دارد. اینا به درد جاخالی ها میخوره. ضرب نقطه ای بردارها خاصیت جابجایی داره. اما اگر زاویه بین بردارها رو به ما داده باشن، یعنی اگر این بردار چی باشه؟ آ باشه، مثلا این بردار بی باشه، زاویه بینشون باشه تتا، آ نقطه بی رو جور دیگری هم میتونی حساب کنی. این که بری طول بردار آ رو پیدا کنی، طول بردار بی هم پیدا کنی، بیای ضرب کنی در کوسینوس تتا، یعنی زاویه بین بردارها. بچه ها اگر دوتا بردار به هم عمود باشند، آ عمود باشه بر بی، یعنی تتا باشه چی؟ 90. نتیجه میگیرم که آ نقطه بی برابر چیه؟ مقدارش میشه 0. این میشه چی؟ اینو بهش میگم شرط عمود بودن، شرط عمود بودن دو بردار. پس اگر در یک سوالی گفت دو بردار بر هم عمودند، یعنی باید بری چی؟ ضرب نقطه ایشون رو به دست بیاری مساوی 0 بذاری. دوباره میگم اگه گفت بردار فلان بر بردار فلان عموده است، یعنی ضرب نقطه ایشون 0ه، طبق حالا یا این رابطه یا رابطه دیگر باید برید برابر چی؟ 0 قرار بدید. پس برای ضرب داخلی دو تا بردار من از این روابط استفاده میکنم. اما رابطه‌ای که برای ضرب خارجی دو تا بردار، اینم بگم خدمتتون، این رابطه‌ای که ما اینجا نوشتیم برای پیدا کردن تتا هم، این که تو سوال بگن تتا چیه، من میرم از این رابطه ضرب داخلی ها، یعنی هم رابطه یک هم رابطه دو استفاده میکنم که ضرب داخلی رو داشته باشم که بتونم تتا رو به دست بیارم. ببینم من یک سوال اینجا میتونم پیدا بکنم. ببین اومده به عنوان مثال به ما چی گفته؟ گفته برداره، یه بردار داده مثل آ به این ترتیب، دو منهای یک دو. بعد بردار بی هم به ما داده به این ترتیب،
یک منهای یک صفر. بعد به ما گفته زاویه‌ای بین دو بردار. زاویه بین دو بردار چیه؟ خب شما اولین کاری که میکنی چیه؟ آ نقطه بی رو به دست میاری، مؤلفه به مؤلفه دو رو در یک ضرب میکنی، دو یکی دوت، منفی یک تو منفی یک ضرب میشه، میشه یک، دو هم در صفر ضرب میشه که حاصل برابر چند میشه؟ پس آ نقطه بی رو پیدا کرد. حالا رابطه دیگه چیه؟ میگه آ نقطه بی میشه اندازه آ اندازه بی در کوسینوس تتا. خب پس به اندازه آ اندازه بی نیازم، اندازه آ رو یه گوشه پیدا میکنی، رادیکال. خب به توان دو برسون مؤلفه ها رو، چهار یک چهار میشه رادیکال نو که برابر چند میشه سه. اندازه بی هم به دست بیار که مقدارش میشه یک یک صفر میشه رادیکال دو. پس میتونم آ نقطه بی رو بنویسم اینجا سه، اندازه آ رو بنویسم سه ضرب در رادیکال دو ضرب در کوسینوس تتا. خب سه با سه میره، کوسینوس تتا میشه یک به روی رادیکال دو، گویا بکنی رادیکال دو دوم، نتیجه میگیری آقا تتا چقدره؟ 45 درجه. پس من از ضرب نقطه بردارها استفاده کردم و تتا مساوی 45 درجه به دست آوردم. از هر دوتا رابطهش استفاده میکنی، ابتدا آ نقطه بی 3 اومد، اینجا جایگذاری میکنم اندازه آ اندازه بی و کوسینوس چی؟ تتا برای ما به دست میاد. پس ضرب نقطه بردارها یادتون باشه به درد پیدا کردن زاویه هم میخوره. اگر دوتا بردار داد گفت زاویهش رو پیدا کن، حتما ضرب نقطه ای رو به کار ببر. اما در مورد ضرب خارجی که بسیار مهمه، ضرب خارجی دوتا بردار، ببینید ضرب خارجی دوتا بردار رو با این علامت نشون میدیم که خودش یه برداره. این خودش یه بردار. چه نوع برداریه؟ ضرب خارجی دو بردار، میگم ضرب خارجی دو بردار بر هر دو بردار چیه؟ عمود است. این خیلی مهمه. یعنی آقا اگر این بردار شما باشه آ، این هم باشه فرض بفرمایید بی، این ضرب آ ضرب در بیه که برای هر دوتا چیه؟ عموده. پس اگر توی سوال به شما گفت، ببین چی میگه، میگه برداری، بارها مطرح شده، برداری عمود بر دو برداره، حالا اون دوتا بردار اینجوری به شما دو بردار بیابید. حالا این بردار شما فرض کن حالا مثلا آ باشه اینم بی باشه، پس شما باید بری چی رو به دست بیاری؟ ضرب خارجیشون رو پیدا کنی. حالا ضرب خارجی دو بردار که شد برداری عمود بر این دوتا بردار، تو باید بری از دترمینان کمک بگیری، دترمینان از دترمینان ماتریس 3 در 3 کمک بگیری که بتونی به دستش بیاری. به چه ترتیب؟ آ ضرب در بی برابر میشه با دترمینان. اینجا میشه آی جی کا، اینجا آ یک آ دو آ سه، بی یک بی دو بی سه. وقتی که اینو به دست آوردی آ ضرب در بی برای شما به دست میاد. اگر خواستی اندازه بردارها رو پیدا بکنی، اندازه ضرب خارجی دوتا بردار رو ببخش پیدا بکنی، به این ترتیب هم میتونی اندازه آ اندازه بی سینوس تتا. ببین اگر خواستی اندازه ضرب خارجی رو پیدا بکنی از این رابطه میتونی کمک بگیری. البته اگر به دستش آوردی یه بردار به دست اومد، دیگه طول بردار رو شما فرمولش رو بلدی، ولی اگر زاویه به شما داد میتونید از این استفاده بفرمایید. حله؟ خب بریم یه سوال انجام بدیم در مورد ضرب خارجی.
دقت کن. میگه میگه اگه آ چی باشه؟ آ این بردار باشه. سه منفی دو و یک. بعد بی هم باشه منفی دو یک و منهای یک. میگه طول الف طول بردار آب علاوه دوبی را بیاد. این که خیلی ساده است. ب میگه برداری عمود بر عمود بر آوبی بیاد. خب آقا این آب علاوه دوبی که راحته. دوبی رو که میدونی چی میشه، دو برابر میکنی میشه منفی چهار دو منفی دو. آب علاوه دوبی حاصلش رو به دست بیار، سه با منفی چهار جمع میشه میشه منفی یک، منفی دو با دو جمع میشه صفر، یکم با منفی دو میشه منفی. حالا اندازه این برداره آب علاوه دوبی که میدونی میشه رادیکال، مؤلفه هاشو به توان دو برسون. این که میشه یک، اون میشه صرف، اونم میشه یک. مقدارش میشه چقدر؟ رادیکال دو. این قسمت علف. اما وقتی که میگه برداری عموده بر این دوتا بردار پیدا کن، یعنی برو ضرب خارجیشون رو پیدا کن. آ ضرب در بی آی جی کا. آ رو می نویسی سه منهای دو یک، دترمینان سه در سه، منفی دو یک منهای یک. به مطمئنم دترمینان سه در سه و بلدید به دست بیارید که ابتدا سطر اول ستون اول رو حذف میکنی، آی رو می نویسی، این چهارتا میمونه، میشه منفی دو در منفی یک، دو دو منهای یک میشه یک. منهای میدونیم که این وسطیه رو باید قرینه بکنیم، منفی ج سطر اول ستون دوم عددش رو پیدا کن، میشه منفی سه منهای منهای دو، یعنی منفی سه به علاوه دو میشه منفی یک، به علاوه کا سطر اول ستون سوم رو حذف میکنم میشه دترمینانش رو به اون چهارتایی که میمونه، این چهارتاست، میشه سه منهای چهار میشه منفی یک. پس من پیدا کردم شد آی به علاوه جی منهای کا. به صورت مؤلفه‌ای بنویسی میشه چی؟ یک یک و منفی یک. این میشه برداری عمود بر دو بردار چی؟ آ و بی. به این ترتیب. پس آقا هر جا گفت برداری عمود بر آو بی پیدا کن، یا اصلا هر دوتا برداری، باید اون دوتا بردار رو در هم ضرب خارجی کنی. خب این در مورد ضرب خارجی. حالا برم یه سوال مثال دیگری ببینم میتونم مثال خوبی رو. این سوال هم بد نیست. میگه اگه اندازه بردار آ باشه 3، اندازه بی باشه 26 و اندازه ضرب خارجیشون باشه 72 و زاویه بین بردارها از 90 چی باشه؟ کمتر باشه، مقدار آ نقطه بی را بیابید. خب ضرب خارجی بردارها شما اندازه شون میدونی؟ از این میتونم بنویسم اندازه آ اندازه بی در سینوس تتا مساویس با چند؟ 72.
اندازه آ چنده؟ 3 ضرب در 26 در سینوس تتا مساوی با چی؟ 72. خب میتونی ساده بکنی. حالا سینوس تتا شما برابر میشه با 72 به روی چقدر؟ 78. به 6 ساده کنم میشه 12، به 6 ساده کنم میشه 13. پس سینوس تتا شد 12 13. تتا کمتر از 90 یعنی در ناحیه اوله. تو ناحیه اول هم همه نسبت‌های مثلثاتی مثبتن. خب من برای اینکه آ نقطه B رو به دست بیارم به چی نیاز دارم؟ اندازه آ، اندازه B در کوسینوس تتا، به این نیاز دارم. پس اینو دارم، فقط کوسینوس تتا رو میخوام. خب شما دیگه وقتی که سینوس رو داری به راحتی میتونی کوسینوس رو پیدا کنی. سینوس تتا به توان 2 به علاوه کوسینوس تتا به توان 2 مساوی 1. جایگذاری میکنی به دست میاری. به جای سینوس 12 13 بذارم، کوسینوس تتا به توان 2 میشه 1 منهای توان 2ش میشه 144 به روی 169 که میشه چقدر؟ 25 به روی 169. پس کوسینوس تتا میشه مثبت و منفی 5 13. چون در ناحیه اوله باید چی انتخاب کنم؟ مثبتش انتخاب کنم. پس کوسینوس تتا میشه مثبت 5 13. در نتیجه آقا شما میتونی اینجا از این استفاده کنی. اندازه آ که 3 هستش، 26 کوسینوس تتا 5 13 هم 13 با 26 خط میکنه میشه 2 2 5 تا 10 میشه 30 کلا. پس این شد همون آ نقطه B به این ترتیب. اینجا ما از ضرب خارجی کمک، اندازه ضرب خارجی کمک گرفتیم و مقدار ضرب داخلی یا ضرب نقطه‌ای دو تا بردار رو به دست آوردیم. اینم از اما یه مطلب دیگری که همواره مطرح میشه، تصویر قائم بر امتداد یک بردار دیگه است که همیشه سوال دارید. تصویر قائم بردار آ بر امتداد بردار B که با حرف چی نمایشش میدم؟ آپریم. فرمونش چیه؟ تصویر آ رو بر امتداد B میخوای پیدا کنی. در صورتش آ نقطه B رو میخوای در مخرجش اندازه B به توان 2 در خود بردار B باید ضرب بشه. تصویر قائم آ بر امتداد B، به اینا دقت بکنید. تصویر آ، پس تصویر آ اسمش چیه؟ آ پریم. بر امتداد B همواره سواله. حتما فردا سوال من فکر میکنم داری، چون همیشه تکرار شده. دست سوال بیاریم از امتحان نهایی. آ رو به شما داده 1 و 2 و 3، B رو به شما داده -2 و 0 و 2. میگه چی رو پیدا کن؟ تصویر قائم آ را بر امتداد B. خب شما به آ نقطه B نیاز داری، به اندازه B نیاز داری. آ نقطه B رو یک گوشه پیدا می‌کنی. ما
مؤلفه به مؤلفه میشه منفی دو به علاوه مؤلفه های دوم در هم ضرب بشه صفر به علاوه اونا 6 که برابر میشه با 4. این آ نقطه بی. اندازه بردار بی رو پیدا میکنی طبق رادیکال، این میشه 4 به علاوه 0 به علاوه 4 میشه رادیکال 8. پس آپریم برابر میشه با آ نقطه بی چنده؟ 4. اندازه بی رو به توان 2 برسون میشه 8. در خود بردار بی ضرب کن، یعنی منفی 2 و 0 و 2 یعنی چی؟ 4 هشتم که میشه 1 دوم. 1 دوم رو تو این ضرب میکنی، 1 دوم تو این ضرب بشه میشه منفی 1 0 1. این تصویر قائم بردار آ بر امتداد بردار چی؟ بی هستش. دترمینان هم میتونستید از روش ساروس به دست بیارید، فرقی نمیکنه، حالا هر روشی که براتون ساده تره. حالا من همواره خودم از این روش استفاده میکنم، شما میتونید از روش ساروس استفاده بکنید، فرقی نداره. اما مطلب یه 4 تا نکته رو در اینجا براتون میگم که مهمه. مساحت متوازی الاضلاع که با بردارهای چی آ و بی ساخته می شود برابر می شود با ضرب خارجی آ در بی. البته اگر عددش منفی اومد باید توی قدر مطلق قرار بگیره، چون این مقدار باید چی باشه؟ مثبت. مساحت مثلث که با بردارهای با آ و بی ساخته میشه که اینجا میدونم اسم میشه چی؟ 1/2 ضرب خارجی آ در بی. اینم مساحت مثلثی که با بردارهای آ و بی ساخته میشه. یه نکته ای رو من بگم یادم رفت، این که اگر من دوتا نقطه داشته باشم، اینجا نقطه آ باشه اینجا نقطه بی باشه، میتونم از آ به بی یه بردار رسم کنم. بردار آ بی برابر میشه با نقطه بی منهای چی؟ آ. اگر نقطه داشتید خواستید بردار مربوطه رو بنویسید به این ترتیب بی منهای آ انتها منهای ابتدا. یادتون باشه چون بعضی سوالات میاد به شما نقطه میده، حالا میرسیم بهش. اگر به ما گفت حجم متوازی السطوح، ببین این خیلی مطرح شده، که با 3 تا بردار با آ، بی و سی ساخته میشه، با 3 بردار ساخته میشه حجمش، باز اون حجم هم داخل قدر مطلق میذارم، برابر میشه با ببین آ1، آ2 بردار آ رو می‌نویسی، B1 دترمینانت، B1 B2 B3 C1 C2 C3 که این همون در واقع میشه ضرب مختلط سه تا بردار. اینو بهش میگن ضرب مختلط سه بردار چی؟ A B و C، که شما اگه خواستی توی سوال حجم متوازی السطوح، حالا من دیگه شکلشو نمیکشم، حجم متوازی و سطوح به دست بیاری، شما باید از این دترمینانه استفاده بکنی که حجمش بده. اگر عددش منفی اومد تو قدر مطلق بذار، به این ترتیب به دست میاد. و یه نکته دیگه، یه نکته مهم اینجا می نویسم، اگر
بردارهای آ بی و سی در یک چی صفحه باشند شرطش چیه؟ آ نقطه بی ضرب در سی باید برابر چی باشه؟ صفر باشه. یعنی این ضرب مختلط سه تا بردار باید. اگر گفت سه تا بردار در یک صفحه، اصلا کلمه در یک صفحه باشند رو دیدی؟ کلمه گفته این سه تا بردار در یک صفحه هن. آیا در یک صفحه هستند؟ مثلا یا مثلا مقدار یک مجهولی رو به دست بیار که اینها در یک صفحه باشن، کاری نداری. شما ضرب مختلط سه بردار رو باید به دست بیاری مساوی با صفر بذاری اگر مجهول داشت. اگر پرسید آیا در یک صفحه اصلا پیداش کن، اگر صفر شد میگی در یک صفحه، اگر صفر نشد یعنی در یک صفحه نیستن. من در مورد این مطالبی که گفتم چند تا سوال رو الان براتون حل میکنم. سه بردار دو سه و یک آ باشه، بی باشه، منفی یک و یک و صفر و سی هم باشه، دو یک منهای دو. بعد میگه چی؟ حجم چی رو پیدا کن؟ متوازی سطوحی که با این ستا بردار ساخته میشه. دیگه خیلی راحت میای مینویسی آقا اینو بنویس، آ نقطه بی ضرب در سی میشه همون اندازه حجم شما. دیگه مینویسی دو سه یک منهای یک یک صفر دو یک منفی دو. این دترمینان سه در سه رو به دست میاری. خب سطر اول ستون اول عدد دو، خب عددش رو حساب کن، یک در منفی دو که اونم فقط منفی دو میمونه. سطر اول ستون دوم یه قرینش میکنی منفی سه میشه منفی یک در منفی دو که میشه دو، و به علاوه یک در سطر اول ستون سوم حاصلش میشه منفی یک منهای دو میشه منفی سه. خب اینو به دست بیار، منفی چهار منهای شیش منهای سه شد منفی سیزده. حجمش قدر مطلقش رو میگیری میشه سیزده. پس اگر گفت متوازی و سطوح حجم پیدا کن، کافیه شما یک دترمینان سه در سه رو حساب کنی، همین. یه چیز سختی نیست. این از این. خب سوال بعدی میگه مقدار M جوری پیدا کن M چقدر باشه که بردارهای A، A رو داده یک M منفی 11، ببین اینجا یه مجهول داده، B رو داده دو سه منهای یک، و سی رو داده یک و منفی یک و سه. میگه در چی؟ در یک صفحه باشند
ام چقدر باشه این سه تا در یک صفحه باشن؟ میگه آقا شرط در یک صفحه بودن اینه که آ نقطه B ضرب در C برابر 0 در نتیجه مینویسی 1M منفی 11 2 3 منهای 1 و 1 منهای 1 3 این باید برابر چی باشه؟ 0 باشه. این دترمینانش رو برابر 0 میذاریم. حالا بریم دترمینان رو پیدا کنیم. 1 در میشه 9 منهای 1 میشه 8 منهای M سطر اول ستون دوم دو ستا شیش شیش به علاوه یک میشه هفت منهای یازده منفی دو منهای سه میشه منفی پنج که حاصلش برابر چی؟ صفر که اینجا میشه هشت منهای هفت ام به علاوه پنجا و پنج مساوی صفر هشت و پنجا و پنج میشه چقدر؟ شست و سه منفی هفت ام شست و سه بر اونور منفی شست و سه پس ام ما باید برابر چند باشه؟ ام ما باید برابر 9. این شرط این بود که سه تا بردار در یک صفحه باشند. شرط در یک صفحه بودن این بود که اون ضرب مختلطشون آ نقطه بی ضرب در سیه برابر چی باشه؟ صفر باشه. بله اون سوالاتی که فرم بودید از تانژانت و اینا حل میشه اونا مناسب امتحان نهایی نیست. شما باید روش کتاب به کار ببرید. روش های خلاصه تر هست که روش های کنکوریه. بله اینا رو شما یاد گرفتید. شما باید روشی رو بنویسید که اون نمره کامل رو بتونید دریافت بکنید. پس من اینجا اجازه ندارم الان از اون روش تانژانت و اینا که میفرمایید استفاده بکنم. خب یه سوال دیگه انجام بدیم. یه سوال خوب دیدم اینو من پیدا بکنم. یه نکته هم اینجا من الان دیدم خدمتتون بگم، این نکته مهمیه. ببینید اگر آ رو در خود آ ضرب نقطه‌ای بکنم، چون هر برداری با خودش زاویه چند درست میکنه؟ صفر درجه. میتونم بگم اندازه آ اندازه آ طبق فرمول ضرب نقطه‌ای یا داخلی در کسینوس چی؟ صفر. کسینوس صفر هم که یکه، پس حاصلش میشه اندازه آ به توان چند دو. پس هر در واقع برداری رو من در خودش ضرب نقطه‌ای بکنم میشه اندازش به توان دو. حالا ما اگر سه تا بردار داشته باشیم آ و بی و سی، آ به علاوه بی به علاوه سی جمعشون اندازش به توان دو در واقع برابر میشه با اینا رو در هم چیکار کنم؟ مثل اینکه اینا رو در هم ضرب داخلی رو کنم که جمله به جمله در هم ضرب میکنید. از یه خاصیتی هم استفاده میکنید که آ نقطه بی برابر است با بی نقطه آ. یعنی ضرب داخلی بردارها خاصیت جا به جایی داره. پس اینجا طرف دومش برابر میشه با اندازه آ به توان دو، مرتبش میکنم، اندازه بی به توان دو، اندازه سی به توان دو، به علاوه از دو فاکتور میگیرم آ نقطه بی آ نقطه سی و علاوه بی نقطه سی. این نقطه خوبیه که الان توی یکی از این سوالاتی
که الان دیدم مطرح شده، از این رابطه استفاده میکنید که اون سوال رو حل بکنید. حالا سوالش چی هست؟ گفته اگر آ و بی و سی بردارهایی با طولهای چی باشند؟ یک و دو و چند؟ سه باشند. حاصل چی رو میخواد؟ مقدار عددیه، مقدار عددیه آ نقطه بی به علاوه بی نقطه سی به علاوه سی نقطه آ را بیابید. ما میدونیم ضرب داخلی خاصیت جابجایی دارد، بنابراین از اون رابطه بخوام استفاده کنم آ به علاوه بی به علاوه سی به تمام. البته یه چیزی رو من یادم رفت بنویسم، این رابطه هم به ما داده باشد و گفته آ به علاوه بی به علاوه سی برابر بردار صفر باشه. آ به علاوه بی به علاوه سی برابر بردار صفر باشه یعنی چی؟ یعنی اندازش برابر صفر میشه. پس طبق اون رابطه میشه اندازه آ به توان دو، اندازه بی به توان دو به علاوه اندازه سی به توان دو به علاوه دو برابر همین رابطه‌ای که تو سوال از ما میخواد. همین رابطه آ نقطه بی، بی نقطه سی به علاوه سی نقطه آ. خب این که مقدارش صفره چون خود برداره بردار صفره، طول اینا هم به من داده، طول آ رو داده یک که میشه یک، طول بیو داده دو که به توان دو میشه چهار، اونم میشه نو به علاوه دو، اینم فرض کنیم ایکس باشه، اصلا اینو بگیرم ایکس دیگه دوباره ننویسم، تمومه دیگه. خب یک و چهار پنج و نو میشه چقدر؟ چهارده، بر اونور منفی چهارده، دو ایکس مساوی منفی چهارده، ایکس شما که اون پرانتزه هست حاصلش میشه منفی هفت. به این ترتیب این رابطه هم حتما مد نظرتون باشه. اما یک سوال دیگه که در مورد مساحت مثلث دیدم و فکر میکنم که جز سوالات خوب باشه، به ما گفته اگر آ رو داده یه نقطه‌ای به ما داده به این ترتیب منفی یک و دو و صفر، بی هم داده یک و صفر و منهای یک و سی هم به ما داده صفر و منهای یک و یک. ببینید این سه تا نقطه رو به ما داده، گفته سه رأس یه مثلث هم، سه رأس یک مثلث هم، گفته مساحت چی رو پیدا کنید؟ ABC رو پیدا کنید با استفاده از چی؟ ضرب خارجی بردارها. از چی کمک بگیرید؟ ضرب خارجی. آقا اگه ما بیایم سه رأس یک مثلث رو مشخصش بکنیم، این آ باشه، این بی باشه، این سی باشه، میتونم دوتا بردار اینجا بسازم، یکی بردار آب که میشه بی منهای آ، یکی هم بردار آسی میشه سی منهای آ. خب بردار آبی و آسی رو پیدا بکنم، چون این دوتا بردار اگه در هم ضرب خارجی بشن مساحته میشه چی؟ یک دوم اندازه آبی این بردار ضرب در آسی. فرمول مساحت مثلث که با استفاده از دوتا بردار ساخته میشه. حواستون باشه اینا نقطن،
این سه تا نقطه ان که باید بردارهاشون رو به دست بیاریم. بی منهای آ یعنی یک منهای یک اینجا میشه چند؟ دو. صفر منهای دو منفی دو و منهای یک منهای صفر که میشه منفی. این شد آبی. آسی سی منهای آ صفر منهای منهای یک میشه یک. منفی یک منهای دو میشه منفی سه و یک منهای صفر هم که میشه یک. اینم آسی. خب حالا برو چیکار کن؟ برو آب در آسی رو میخوام به دست بیارم، پس باید اینا رو در هم ضرب خارجی کنم. آی جی کا آبی رو می‌نویسی دو منفی دو منهای یک، آسی رو می‌نویسی یک منهای سه یک، ضرب خارجیشون رو انجام میدی میشه آی. خب ضرب سطر اول ستون اول رو حذف کنی میشه منفی دو منهای سه میشه منفی پنج منهای جی، سطر اول ستون دوم میشه دو به علاوه یک میشه سه و کا در سطر اول ستون سوم که میشه منفی شیش به علاوه دو میشه منهای چهار. به این ترتیب که حاصلش میشه مؤلفه‌ای بنویسیم میشه منفی پنج و منهای سه و منهای چهار. حالا اندازش هم که چون مؤلفه ها رو دارم میتونم به دست بیارم، اندازش میشه چی؟ رادیکال پنج به توان دو که میشه 25 و علاوه اونجا هم 9 اونم 16 میشه رادیکال 50. پس اندازه مساحت میشه رادیکال 50 تقسیم بر 2. این هم سوال خوبی بود که در مورد محاسبه مساحت یک مثلث با استفاده از سه نقطه که اصل جریان اینجا داره اتفاق میفته. اصل جریان باید شما بردارها رو چیکار کنید؟ بسازید. اینم از این. در مورد بردارها فکر کنم مطلب دیگری نداشته باشیم چون فکر میکنم اصلش رو گفتیم. ببخشید شما اهل کجایی؟ وسط کار داره بیوگرافی منو میکشه بیرون. من اهل یه جایی هم که الان توش گرد و خاک زیاده، محل کرمانشاه هستم، توش گرد و خاک زیاده ولی شما گیلانی ها دارین حالشو میبینین فعلا. البته اینجا هم میرسه دو سه سال دیگه. خب این از در مورد بردارها دیگه فکر کنم مطالب رو گفتیم. بریم یکم در مورد ماتریس ها هم صحبت کنیم. فکر میکنم ماتریس ها هم به مقدار صحبت رو به دست آوردن دترمینان ها رو که بلدیم. اون چیزهایی که مهمه رو من بگم خدمتتون. اولا اینکه اگر آ یک ماتریس چی باشه؟ دو در دو باشه. آ بی سی دی اینا دیگه دترمینانش رو بلدید. چه آ بی ببخشید آ دی منهای آ دی منهای بی سی. دترمینان سه در سه هم که شما الان بارها توی بردارها استفاده کردیم. دترمینان آمنهای یک وارون یک ماتریس میشه یک تقسیم بر دترمینان آ. این در مورد دترمینان ها، اینا حواستون باشه. یه نکته خیلی مهم این که آقا اگر آ ان در ان باشه یعنی مربعی باشه، ان در از مرتبه ان مربعی، خب خیلی تو امتحان مطرح میشه. بعد میاد میگه آقا مثلا دترمینان کا در آ رو حساب کن. خب آقا این عدد کا که در آ ضرب شده تو دترمینانه اگه بخواد بیاد بیرون این توان اینه رو میگیره. اینجوری میشه. این خیلی مهمه. سوال هم ازش میاد معمولا. مثلا اگر
خدمت شما عرض کنم به عنوان مثال اگر دترمینان آ باشه مثلا 2 و آ باشه چی؟ مثلا 3 در چند؟ 3 اون موقع اندازه 2 آ اندازه دترمینان رو. این 2 که بخواد بیاد بیرون از دترمینان باید توان 3 رو بگیره، میشه 2 به توان 3 در دترمینان آ که میشه اینجا چند؟ اینجا 2 به توان 3 که میشه 8، دترمینان آ هم که بهت داده 2 8 دوتا میشه حاصلش میشه چقدر؟ 16. حواستون به این نکته باشه در مورد دترمینان. اما در مورد وارون پذیری بچا شرط چی؟ وارون پذیری یک ماتریس چیه؟ اینی که دترمینانش چی باشه؟ مخالف صفر باشه. پس اگه گفت وارون پذیر نیست یعنی چی کار کنی؟ دترمینان بگیری مساوی چی بذاری؟ صفر بذاری. پس این هم در مورد وارون پذیری که محاسبه دترمینانه که اگر وارون پذیر باشه که مخالف صفر، اگر وارون پذیر نباشه مساوی با صفر میشه. در مورد خدمت شما عرض کنم که حل دستگاه همواره سوال هست. حل دستگاه به روش ماتریس وارون، یه دستگاهی بهت میدن AX به Y مساوی M، CX به علاوه DY مساوی با چی؟ N. شما میگه از روش ماتریس وارون، روش ماتریس وارون استفاده کن. خب ماتریس ضرایبش چیه؟ A B 2 در 2 C D. ماتریس ضرایب ما چیه؟ A B C D. اینو به ما میده، البته خودمون داریم به دست میاریم. میرم وارونش رو پیدا میکنم. شما میدونید وارونش چجوری به دست میاد؟ میشه 1 تقسیم بر دترمینان A. بعد چیکار میکردی؟ جای A و D رو عوض میکردی، B و C رو قرینه میکردی، منفی B منفی C. حالا وقتی که وارون ماتریس رو پیدا کردی X و Y پیدا میشه. X و Y چجوری پیدا میشه؟ میگه آقا میام A منهای 1 رو توی چی ضرب میکنم؟ توی M و N ضرب میکنم. A منهای 1 رو در M و N ضرب میکنم. این جریان حل یک دستگاه دو معادله دو مجهول به روش چیه؟ ماتریس وارون. خب یه دونه حل کنیم. این دستگاه به ما داده 1.25 نمره هم بهش داده، 3x منهای 5y مساوی منفی 1، 2x به علاوه y مساوی با 8. خب آقا همینجا ماتریس ضرایبتو می‌نویسی، 3 منهای 5 2 1 این از دترمینانش رو پیدا میکنی. دترمینانش میشه چی؟ 3 به علاوه 10 میشه چقدر؟ 13. آمنهای 1 رو به دست میاری، میشه 1 تقسیم بر اون دترمینانه که 1/13 میشه. حالا جای 3 با 1 رو عوض میکنی، 1/3 اونا رو قرینه میکنی، این میشه 5 این میشه منفی 2. 1/13 رو ضرب کن در همه مؤلفا، این میشه 1/13 5/13 منفی 2/13 3/13. حالا که اینو به دست آوردی x و y مهیاس که به دست بیاد، 1/13 5/13 منفی 2/13 و 3/13 رو در چی ضرب میکنی؟ M و N. M و N چنده؟ منفی 1 و 8. خب سطر در ستون، سطر در ستون
حاصل میشه چی؟ میشه منفی یک سیزدهم و پنج سیزدهم رو با هم جمع بکنم، ببخشید منفی یک سیزدهم و چهل سیزدهم، چون اون پنجه در هشت ضرب میشه، چهل سیزدهم میشه سی و نه سیزدهم میشه سه، و منفی دو سیزدهم تو منفی یک ضرب بشه میشه دو سیزدهم، و اونم مثبت دو سیزدهم اونم بیست و شیش سیزدهم میشه دو. پس ایکس شما سه، ایگرگ شما هم دو. این یک مثال از این که ما به روش ماتریس قارون در واقع آقا ما الان دنبال به خدا روش تستی نیستیم، روش تستی رو کاری ندارم. آقا فردا میخوای بری روش تستی بنویسی، شما روش تستی بنویسی اصلا به 25 صدام هم نمره نمیدن، شما برو بنویس. ما اینجا نیومدیم که مثلا واسه دیگران بگیم آقا این روش تستی داره یا نداره، ما میخوایم روش های حتی به همه فرمول ها رو شما باید بنویسید، چون اگر برگه تصحیح سوالات امتحان نهایی رو دقت بفرمایید هر مرحله 25 صدام 25 صدام 25 نهایتا رو هم دیگه جمع میشه یک سوال میشه دو نمره. حالا تو اینا رو همه رو حذف کنی یه جواب آخر بنویسی، دیگه سوال شما به صورت کامل نمره تعلق بهش نمیگیره. حالا خود دانی. اما در مورد همین دستگاه ها که به صورت AX به علاوه BY مساوی M CX به علاوه DY مساوی با N، ما داریم شرایطی رو که میگه جواب منحصر به فرد داره. جواب منحصر به فرد داشتن اینی که حتما اون دترمینان ضرایبتون مخالف صفر باشه. این از اگه به ما بگه جواب نداشته باشد، اگه به ما بگه شرایطی رو برقرار کنید که جواب نداشته باشد، A به روی C B به روی D باید مخالف باشه با M به روی N، این شرایطشه. اگه داشته باشیم اینجوری بی شمار جواب، اگه گفته بود توی سوال بی شمار جواب، اینا رو دیگه مخالفه هم برداشته میشه، میشه آسیوم مساوی بی دیوم مساوی چی؟ ام انوم. پس اگر در سوالی اومد در مورد جواب منحصر به فرد، یعنی اینکه اون دستگاه جواب نداشته باشه یا بی شمار جواب داشته باشه صحبت کرد، شما باید این شرایطشو برقرار کنید. یه نمونه انجام بدیم. مثلا گفته این دستگاه به ما داده، گفته M منهای 3 در X به علاوه 3Y مساوی با M و 4X به علاوه M به علاوه 1 در Y مساوی با 2 به ازای چه مقادیری مقادیر M جواب چی؟ منحصر به فرد دارد. ازای چه مقادیری؟ خب وقتی میگه جواب منحصر به فرد یعنی دترمینان اون ضرایبه مخالف چی باشه؟ صفر باشه. خب شما این دترمینان ضرایبشو تشکیل میدی، اینجا رو ام منهای 3 می‌نویسی، اینجا رو 3 می‌نویسی، اینو 4 می‌نویسی، اینو ام به علاوه 1 می‌نویسی، این باید
مخالف سه باشه. خب دترمینان رو پیدا کن. ام ام نهایی سه در ام به علاوه یک ضرب میکنی، یه دونه درجه دو به دست میاری، حاصلش میشه چی؟ میشه ام دو منهای دو ام منهای سه، اون ضربشون رو یه خونه بشن، منهای دوازده مخالف سه. پس میشه ام دو منهای دو ام منهای پونزده مخالف سه. خب از اینجا تجزیهش میکنی، ام منهای پنج ام به علاوه چند سه مخالف چی؟ صفر. پس اینجا باید ام مخالف پنج باشه، ام مخالف چی باشه؟ منفی سه. پس جواب ام میشه تمام اعداد حقیقی به جز پنج و چی؟ منفی سه. گفته بود چی؟ جواب منحصر به فرد داشته باشه. پس این شرایط رو برقرار میکنی، ام های ما باید مخالف این دوتا عدد باشه، هر عدد دیگری میتونه باشه، یعنی آر به جز این، کل اعداد حقیقی به جز پنج و منهای سه. حالا هم اگه گفته بود نمیدونم جواب بیشمار جواب داشته باشه، باز شما شرایط بیشمار جواب رو یا جواب نداشته باشه، حالا یه دونه جواب نداشته باشه هم حالا خودتون بعدا انجام بدید. یه نکته در مورد دترمینان من باز بگم اینجا، اینکه شما اگر دترمینان آ به نمای اینو بخوای پیدا کنی، میتونی دترمینان آ رو پیدا کنی بعد به توان n برسونی. یه موقع از مثلا یه دونه ماتریس به شما میدن، یه ماتریس به شما میده، حالا یک دو منهای یک سه چهار پنج شیش مثلا یک صفر، بعد به شما میگه دترمینان آ به توان سه چقدره. خب شما نمیای آ رو سه بار آ، چون آ به توان سه میشه آ ضرب در آ ضرب در آ، این کار خیلی طولانی میشه که من بخوام آ به توان سه رو پیدا بکنم بعد دترمینان بگیرم. میگم آقا طبق اون نکته‌ای که من بلدم میشه دترمینان آ به توان سه، یعنی اول دترمینان آ رو خودشو به دست میاری بعدم به توان سه میرسونی. این از این. مطلب دیگه‌ای که هست در مورد همیشه ماتریس‌های چی؟ قطری. آقا ماتریس قطری هم یادت باشه، ماتریس قطری چیه؟ همه چی، درایه‌ها به جز قطر چی؟ اصلی چی هستن؟ صفر هستن. به این میگن ماتریس قطری. یا ماتریس مثلا اسکالر، مثلا یه ماتریس اسکالر 3 در 3 چه شکلیه؟ روی قطر اصلیش همه شکل همه، مثلا اینو میتونم بگم لاندا لاندا لاندا، بقیه صفر 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 صفر. ببین اینو بهش میگن اسکالر. اما قطری نه اینکه همشون مثل هم باشن روی قطر اصلی، همه درایه ها صفر باشن به جز قطر اصلی میشه ماتریس قطری. اما اسکالر به این ترتیب خواهد بود. در مورد ماتریس قطری همیشه سوال بوده یه مدل حل بکنیم. ببین دو تا ماتریس به ما داده،
در دو چهار آ بی منهای یک. بعد بی هم یه دونه دیگه داده، اونم دو در دو یک منهای دو سه دو. گفته آ و بی چقدر باشن که ماتریس آ ضرب در بی چی باشه؟ قطری باشه. خب آ ضرب در بی از این راحت‌تر نداریم، این نمرات رو از دست ندیم برو خودی. آ ضرب در بی اینا رو در هم ضرب کن، چهار آ بی منهای یک، اون برم یک منهای دو سه دو. خب این ماتریس هم که میدونی دو در دو پیدا میکنی، خب ضرب کنی میشه چهار به علاوه سه آ، اون بر ضرب کنم میشه چی؟ منفی هشت به علاوه دو آ و بی منهای سه منفی دو بی منهای دو. اونم درست میگه منفی دو دو بی منهای دو. خب چون میخوام قطری باشه باید غیر از قطر اصلی صفر باشه، یعنی اینا صفر باشن، این صفر باشه، این هم صفر. اگه اینو برابر صفر بذارم آه من برابر چند میاد؟ چهار میاد. اینو صفر بذارم بیه من برابر سه میاد. تمام شد رفت. اصلا حالا سه در سه هم بشه فرقی نمی کنه. اگر سه در سه هم شد، ماتریس های مثلا سه در سه بود، شما ضربش میکنی بعد روی قطر اصلی که کاری باش نداریم، غیر از قطر اصلی باید چی باشه؟ صفر باشه همه درایه ها. اوکی؟ حاصل ضرب ماتریس ها میدونیم خاصیت جا به جایی نداره، در حالت های خاصه ولی کلن خاصیت جا به جایی نداره. یه سوالی هم اینجا میبینم همش تکرار شده، سوال ساده ایه، مثلا همچین سوالی رو داده گفته نمیدونم یه ماتریس به این صورت یک در دو، بعد دو چهار یک دو، بعد اومده تو چی ضرب کرده؟ دو یک ضرب کرده مساوی صفر، مقدار چی رو میخواد؟ میگه ایکس رو پیدا کن. از این چیزا خیلی راحته دیگه، کاری نداریم. این که میدونی چند در چند، یک در دو، این هم دو در دو، اون یکی هم یک در سطر در چی؟ ستون. این سطر ستون ضرب بکنی میشه چی؟ میشه دو به علاوه ایکس، حالا یه بارم تو این ستون ضرب بکنی میشه چهار به علاوه دو ایکس. میمونه در چی ضرب کنم؟ دو یک که باید برابر صفر بشه. سطر در ستون ضرب بکنی، دو تو این ضرب میشه، دو تو این ضرب میشه، میشه چهار به علاوه دو ایکس، به علاوه یک هم تو اون ضرب میشه، چهار به علاوه باز دو ایکس مساوی صفر، هشت به علاوه چهار ایکس مساوی با صفر، چهار ایکس مساوی منفی هشت، ایکس شما برای اینم چندین بار اومده. حالا میخواد ببینه ضرب کردن اینا رو بلد هستید یا نه. این یک در دو، اینم دو در یک، نهایتش که اینا در هم ضرب میشن میشه چی؟ یک در یک، یه عدد دیگه، حاصلش یک عدد هست. این ترتیب خدمت شما محاسبه دترمینه هم که بلدیم. تعریف ها رو حتما بخونید در مورد نمیدونم تعریف سهمی، تعریف دایره، تعریف بیزی، اینا رو به صورت صحیح غلط بهتون میدن، نکاتی که بلدید رو به عنوان صحیح غلط بهتون میدن. آره این تعریف ها به صورت جاخالی هم میاد قطعا، سعی کردیم که پوشش بدیم اینا رو. حالا نگاه بکنم ببینم
یه مثالی هم اینجا من انجام بدم. نم بد نیست. گفته اگر آ چند در چند باشه؟ 3/3. دترمینان آ هم باشه چند؟ 4. آنگاه حاصل این آ، دترمینان آ این چقدره؟ باز از همون نکته استفاده میکنیم. دترمینان آ رو داده 4 اینو. پس این میشه چی؟ 4 تا آ دترمینان. چون آ 3/3 هسته، 4 بیاد بیرون، 4 به توان 3 میشه در دترمینان آ. دترمینان هم که خودش 4 میشه، 4 به توان 3 ضرب در 4 میشه 4 به توان 4 256. نه به این ترتیب. خب امیدوارم که استفاده کرده باشید. بشینید دیگه خودتون جنبندیاتون رو انجام بدید، بخونید. و یه نکته مهم این که استراحت کافی شب داشته باشید. اگر خواب کم داشته باشید امکان داره سر جلسه گیج بشید، قفل کنه فکرتون و خوب نتونید فکر کنید، محاسبات رو خوب نتونید انجام بدید. حتما خواب کافی داشته باشید. یه موقع تا 2 شب و 3 شب بیدار نمونید، حتما ساعت دیگه نهایتش دیگه 12:01 بخوابید که با استراحت کافی برید سر جلسه. امیدوارم موفق باشید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداحافظ شما.